برابر چطورید؟ آقا همونطور که در جریان هستید فردا چهارشنبه 14 شهریور اینترنشنال 13 یا همون 2024 شروع میشه و ما هم مثل هر سال قرار پوششش بدیم ببخشید من یه صدام گرفته اواخر مریضی من تازه دارم خوب میشم ولی دیگه امیدوارم که اینترنشنال فردا شروع میشه دیگه صدام فیکس شده باشه و دیگه شروع کنیم قوی مثل هر سال براتون پوشش بدیم کامل اینترنشنال رو مثل همیشه میتونید اینترنشنال رو از تویچ من نریوان کیوپید زنده نگاه بکنید به همراه تویچ پیمان اولاغ پرنده که اسم کانال تویچش هم پرنده است با همدیگه بازی ها رو کست و آنالیز میکنیم یعنی گزارش زنده و آنالیز بازی انجام میدیم تمرکزمون هم بیشتر بر اینه که بازی ها رو تا جایی که میتونیم به صورت فنی اصولی و توی محیط سیمانه و دوستانه بازی رو پوشش بدیم حالا اونایی که هر سال اومدن و میبینن که در جریان جو استریما هستن اونایی هم که جدید اومدین حتما توصیه میکنم یه سر بیاید و اگر دوست داشتید اینترنشنال رو میتونید با هم بیاید با هم دیگه ببینید اگر هم لایو نمیرسید نگاه بکنید فدا سرتون هم یوتیوب من هست بازیایی که من پوشش میدم میتونید توی یوتیوب من ببینید و بازیایی که پیمان استریمش میکنه میتونید توی یوتیوب پیمان ببینید یوتیوبمون هم, هم همینه youtube.com/nariwankupid nariwankupid میتونید سرچ کنید توی یوتیوب هم سرچ کنید الاغ پرنده حالا چه فارسی چه انگلیسی براتون میاره بازی ها رو میذاریم از اونجایی که خب نمیرسیم همه بازی ها رو توی یه چنل دیگه فول استریم کنیم و اینا بازی ها رو تقسیم میکنیم دوتایی با هم کستانالیز میکنیم و امیدواریم که مثل هر سال چیز خوبی در بیاد دیگه من که خاطره خوبی دارم کلا از اینترنشنال ها و کلا خیلی خوش میگذره بهترین تایم همه ما دو تا بازا تایمای اینترنشنال همونه. و اما برم یه توضیح سریع راجع به اینترنشنال بهتون بدم اگر نمیدونید اینترنشنال چیه بزرگترین ایونت نه تنها بازی دو تا دو بلکه کل ای اسپورت و بازیهای دیگه است واقعا میگم مسابقات بزرگیه این سیزدهمین دوره مسابقات اینترنشنال توی سال 2024 بازی ها از 4 سپتامبر همین فردا چهارشنبه شهری شهریور شروع میشه تا 25 سپتامبر یعنی 25 شهریور هم فینالشه که بازی ها تمام میشه یه گروپ استیج داره بعد بعدش سیدینگ انجام میشه که حالا اگه نمیدونین سیدینگ چیه اینکه کدوم تیم کجا جدول بشینه و اینا بعدش هم ایونت اصلیه یعنی تقریبا سه مرحله داره دیگه تقریبا دو دو مرحله و نصفی مثلا میشه گفت این گروپ استیج که اولش کسی حضب نمیشه فقط در نهایت سید بندی میشن اینجا اول از گروپ استیج هم بازی ها از همین فردا ساعت 11 و نیم صبح شروع میشه از ساعت 11 و نیم صبح شروع میشه تا آخرین بازی فکر کنم نه 15 و 30 باشه فکر کنم بازی دیرتری هم داریم شایدم تا 15 و 30 فکر کنم تا شب بازی بود آها نه این دی دو بخشید دی یک باید نگاه کنم آره تا 19 و سی این تا هفت و نیم هفت و نیم بازی هم به نظر بستاف دیگه آره بازی ها بستاف یعنی رفت و برگشتی دو گیم بازی میکنند یا دو هیچ تیم میبره یا یک یک میشه مساوی میشه یعنی مساوی داره این حالا روز اول از ساعت یازده و نیم بعدش ساعت دیگه چی س... سه, سه و نیم آره یه دونه سه و نیم بعد یک و نیم یازده و نیم یک و نیم سه و نیم و و نیم بازی هستش اینجوریه چهار سری به نظر بازیه پنج سری ببخشید یه دیگه دونه رو جایی داختن این وسط بعد ساعتها رو خودست نگاه کنم روز دوم حالا بازی ها یه مقدار به نظر کمتره دیگه از یازده و نیم شروع میشه بعد دوباره یک و, نیم، سه و نیم. به نظر همون دیگه سه و آخریشه آره سه و نیم آخریشه یه بست آف تو بعدش میره توی دیسایدرا و مرحله بعدیش هم که میره مین ایونت که مین ایونت رو اینجا بزنی به رو نشون میده و چهار تا تیم در واقع هشت تا تیم آره از لوه براکت شروع میکنم بازی ها رو هشت تیم هم آپر براکت شروع میکنم بقیه هم دیگه خلاصه لوه براکت رو تا اینترنشنال که فینالش هم بستا فایوه و 25 شهریور تموم میشه این وسط یه استراحتی هم بین بازی ها هست یعنی گروپ استیج از چهارم سپتامبر پنجم سپتامبر یعنی فردا و پس فردا است چهارشنبه پنجشنبه است ششم هفتم که سیدینگ دیسایدره هشتم تا دهم ده پلی‌آف آها اینجا دو روز استراحت دو روز یا سه روز استراحت دیگه ده تا دهم پلی‌آف 11ام 12ام استراحت 13 تا 15ام فیناله یه همچین چیزی داره دیگه یعنی نزدیک هولو هوش 11 روز این 10 10 روز این طورا اینترنشنال حالا اگر استراحتشام در نظر نگیریم تیمایی که اومدن آها جایزه‌شو بهتون بگم جایزه‌شون رو که بگم یک میلیون و شیشصد هزار دلار بیس جایزه است که بین 16 تا تیم قرار تقسیم بشه و یه عددی هم 25 درصد کامپندیوم هم بهش اضافه میشه تا الان مثلا 777 هزار دلار قرار به این اضافه بشه یعنی تا الان کم کم آره دیگه 2300 میگم 2002 میلیون و هزار دلار تا الان جمع شده بیشتر هم احتمالا میشه تا آخرش هنوز هم معلوم نیستش که هر کدوم چه شیریو میگیرن با توجه به اینکه خب هنوز رقم رقم توتال مشخص نیست تیمایی که مستقیما این واید شدن میشه تیم اسپریت اکستریم گیمینگ تیم فالکون حالا من موس دیگه میارم روشون که پلیر رای را خودتون خواستین حالا زیاد زوم کنید ببینید یا خودتون بخونید اکستریم گیمینگ با این راستره تیم فالکن با این راستره تیم لیکوید با راستره خودش اومده ببینیم که سی و سه کریم میکنه یا کریم میشه تحصیل لیکوید یا چی گیمینگ گلادیاتور و بیت اینا کامل اومدن و دایرکت اینوایت شدن این تیم کلاود ناین دوباره تشکیل شده جالب کلاود ناین مدت ها بود که میگم نبود دیگه توی ایسپورت قبلا یعنی ایسپورت که بود توی دوتا دو نبود قبلا توی دوتا دو کلاود ناین تیم اترال وینا بود دیگه خیلی تیم قدیمی ارگانیزشن قدیمی از دوتا دیگه بیخیال شد یعنی رفت بیرون الان دوباره چند وقتی که برگشته به دوتا و تیم تاندرا که متاسفانه ناین کلاس پوزیشن چارشون نتونست بیاد و مشکل ویزا خورد الان ساکسا به جاش داره بازی میکنه تنها تیمی که با استندین داره تو کل تیای بازی میکنه متاسفانه تاندراس و من از ساکسا تیه تاندرا خاطر خوبی هم ندارم دیگه چون ساکسا هم تاندرا رو در واقع ول کرد و بعد از اینکه ساکسا رفت تاندرا کلا تیمش منفجر شد و دیگه خراب شد وقتی با ساکسا بود کلا داشتن همه رو میبردن اما خب حالا اصلا به حال کلا اصلا ترکیب اون ترکیبی که ساکسا تو تانرا باشون بازی میکرد نیست کلا همه عوض شدن کلاد ناین هست تانرا هست وان وین هست تیم زیرو هست که از چین اومده آه اینا رو کاش بگم که از کجا اومدن دیگه از وسترن یوروپ تانرا و کلاود نا، ناین اومدن از ایسترن یوروپ Uh, وانویل اومده از اروپای شرقی از چین uh, تیم زیرو اومده آی جی اومده uh, ساوتیست ایژیا uh, هم تلون اومده و هم آرورا اومده <applause> آرورا اومده و ارزم به حضورتون که ناونز هم از ان ای آمر... آمریکا ریژن آمریکا آمده که یوما و گانر دارن باشون بازی میکنن پس پنجشون هم فلایه تیم قشنگ میگم دیگه این, این دیگه کامل از این ورم اس ای ساوت امریکا هیرویک هست و بیست گست اگر میخواید ترکیبشون رو ببینید میتونید اینجا نگاه کنید اینا تیماییه که اومدن و دیگه گروپ استیج و ایناشو همه رو کامل براتون توضیح دادم این یه چیز کلیه برای اینکه در نظر داشته باشید که چه بازیایی قرار دیده بشه چه تیمایی رو ببینیم بازیاشون و قاعدتا هم میگم اون تیمای معروف اون اوایل بازیاشون ممکنه خیلی جذاب نباشه و اصلا حذوی هم نیست حالا ما سعی میکنیم همه تیم‌ها رو یه دور ببینیم با همه پلیر ها آشنا شیم قبلا از همه این تیم‌ها ما زیاد بازی دیدیم ولی مثلا من از تیم زیرو خودم خیلی کم دیدم از وان وین خیلی کم دیدم دوست دارم بیشتر ببینم این یکی تلونو رو بدم نمیاد ببینم چطوریه ارزم به حضورتون که هیرویی حالا باز همینطور بیشتر دوست دارم ببینم این بیسکوست رو ما خیلی ندیدیم کلاود uh, ناین جدیده رو باز بدم نمیاد ببینم چی جوری uh, بعد ببینیم دیگه بعد ببینیم این تیمایی که حالا چند وقتی بازیش رو ندیدیم توی اینترنشنال چی کار میکنن این خلاصه ای از uh, وضعیتی که قرار توی اینترنشنال داشته باشیم اگر دوست داشتید حتما حتما میگم تویچ نریمان کیوپید یوتیوب نریمان کیوپید که خودم هستم حتی اینستاگرامم که یه سری کلیپ های کوچیک از بازی ها رو میذارم توی اینستاگرام داشته باشیم پیمان هم همینطور اولاغ پرنده هم تویچش هم یوتیوبش هم اینستاگرامش با همدیگه سعی میکنیم بازی ها رو براتون کست و آنالیست کنیم که اوقات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم امیدوارم که خوش بگذره بهتون این هم از توضیحات اینترنشنال 224 یا تی آی سیزده بوس بهتون